جهان در اختیار این افراده. بهترین میکروفون ها با گسترش فعالیت میلیارد دلاری در اختیار افرادی مثل عباس میلانی و غیره هست که شماها خبر ندارید. مردم فکر کردن بلند شدن انقلاب کردن. به به، یه دستی مرشون بزن. هر کسی که در به وجود آوردن این توطئه جهانی نقش داشت کشته نشد، اعدام نشد، بلکه تا آخر عمرش اگه زنده بود زندگی کرد. در خارج از کشورم اومدن به پست و مقام رسیدن. این واقعیته که جامعه باید بدونه. اگه جامعه میگه چرا نمیرسیم، آقا انرژی تو داری میذاری اونور، اینور مستقیمه. چجوری باید نشون بدم بهت؟ من حق خودم رو دارم میگیرم. ولی دارم میگم اگه میخوای حق خودت رو بگیری، بیا در کنار ما باش. راه درست برو به حقت میرسی. اگه راه نمیدونم تیتیش مامانی بازی و قربونت صدقه اون یکی مدیر تلویزیون برم و فدای این برنامه ساز تلویزیون بشم، و آقا شما چقدر خوبی، من 85 ساله دارم شما رو نگاه میکنم، از بچگی 2 سالشون بوده نشستم پای تلویزیون. این اشکال، این درده. اگر این، من به عنوان مربی جامعه دارم اینو بهتون میگم، اشکالتون رو اگه رفع نکنید هممون شکست میخوریم، تیم شکست میخوره، تیم ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری شکست میخوره، کما اینکه 32 سال شکست خورده. از شکست میخوایم براتون بگم. در دورانی که آمریکایی‌ها، دوران خیلی خطری هست، هم امروز که دارم بهتون عرض میکنم، در سال 1976 ازتون میخوام خوب توجه بکنید. سال 1973 وقتی که شاهنشاه به صورت مشخص تصمیمی رو که گرفته بود اومد اعلام کرد و قرار در ذهنش این بود و در نهایت روی تانک شوروی اون زمان در رژه ارتش به همین دلیل ایستاد، در آخرین رژه، که به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نشون بده که شماها اگر بخواید دسترازی کنید من به سمت شوروی و بلوک شرق خواهم رفت و روی تانک شوروی ایستاد و نگاه کرد و همه فهمیدن، در دنیا گرفتن، ایرانی ها اصلا تو باغ نبودن. آقا تانک شورویه چیه؟ چند تا چرخ داره؟ منگولش چجوریه؟ اینا همه معنی میده. اینان بران شدند. از سال 1973 وقتی که دیگه سخنان رو شنیدند، گفتگوهای آقایونی که میومدن، آقا واقعا شما اینو میگی؟ نظرت اینه؟ به حساب مثل باربارا والترز رو بگیرید. یکی بعد از دیگر این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اومدن در ایران گفتگو کردن. این گفتگو اول در CIA مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت قبل از اینکه بخواد در تلویزیون‌های آمریکا پخش بشه. قسمت‌های مفیدی که به درد خودشون می‌خورد برداشتن کات کردن، قسمت‌هایی که جنبه تبلیغاتی داشت، شاه در اوپک می‌خواد قسمت مثلا اوپک و قیمت‌ها رو ببره یه ذره ببره بالاتر، ما باهاش صحبت کنیم که بکنه یا نکنه. این مسائلی بود که آمریکایی‌ها شنیدند. شما واقعیت ها، پروتکل هایی که امضا میشه، قرارداد هایی که امضا میشه بین سلاطین، چه سلاطین نفت، چه لوژ هایی که در انگلیس نشستن با نام های متفاوت، نه که فکر کنید فقط در انگلیس نشستن، اونجا آب و هواش خوب نیست، در اونجا خانه دارن، اونجا خانه کردن از چند صد سال پیش، ولی امروز در آمریکا و سایر کشورها میبرند لوژ هایی که خانواده هایی که شما حتی اصلا عمرتون هم نشیدید، قرارم نیست کسی اسم اینها رو، لورد هایی که اصلا نمیشناسن، اگه معرفیش کنی هیچ کس نمیشناسه. مثلا همون یارو حاجیه که وارد بازار شد فکر کنی میخوای دوزا بزنی گرفت دستش، اینا هم همینجوری میچرخن، کسی قرار نیست بشنفه، کسی قرار نیست بشناسه. یک سری تو هالیوود را میندازن و 4 تا خواننده را میندازن و پاپاراتسی را میندازن و اینا رو معرفی کنید، بذارید ما زندگیمونو بکنیم. ما میخوایم نقشه جهانی بکشیم، ریاست اونا میکنن، یه تیپا پشت افراد متفاوت میزنن به ریاست میرسوننشون. در ایران میشه احمدی نژاد، در آمریکا میشه آقای اوباما، در لیبی میشه قذافی، در سوریه میشه اسد و غیره. ریاست با اوناست. در سال 1976 که مستقیما توسط عربستان سعودی اومدن این کار رو انجام دادن، قیمت نفت رو در اوپک آوردن پایین و نقشه ترور کشور ما رو چیندند، در نهایت با نام انقلاب اسلامی، چون به دست مردم داره انجام میشه و چون مردم دارن انجام میدن پس خودشه، خود مردم خواستند، اینو به نتیجه رسوندن. تست چی بود؟ در دوران جنگ سرد
به دلیل اینکه دو قدرت بزرگ در جهان وجود داشت، آمریکا و شوروی اون زمان، که آمریکا همیشه از نیروی بسیار مخرب تز روسی و شوروی اون زمان میترسید، کمونیسم، بنابراین به این نتیجه رسید که میبایست بر اساس تزی که برژنسکی و کسانی که در کاخ سفید و قبل از اینکه اصلا به کاخ سفید برسه، کاخ سفید بازیچه بیش نخواهد بود هموطنانم و نبوده و نیست، اون کاخو مثل هالیوود درست کردنش، فکر کنن مردم که یادم میاد به صمد صمد آقا الان میگه صمد آقا میگفت نشون بده که داری کار میکنی، کار نکنی ها، ولی نشون بده که داری کار میکنی اما کار نکن، ولی نشون بده. این کاخ سفید منو به یاد صمد آقا میندازه. ببخشید اگه گفتم اول صمد، من ازتون عذرخواهی میکنم. ولی آنچه که مطرحه، در اون زمان فکر کردن که اسلام بنیادگرا رو جوری کمربندی، اول در ایران با نام حکومت، چون این ویروس، خدمتتون عرض کردم این ویروس اسلامی، هر جا بندازی ویروس در هر بدنی همین کاریو میکنه که در ایران کرد. این ویروس رو در آمریکا اگه بهش قدرت بدی همانا خواهد کرد که در ایران در سال 79 انجام داده تا به امروز، در هر کجا مثل آب میمونه که در جنوب در 100 درجه جوش میاد، در شمال در 100 درجه، در شرق و غرب در 100 درجه. ویروس کثیف اسلامی این گونه است. پس دانشمندان با تجزیه و تحلیل، با بررسی به روی این میکروب، به این نتیجه رسیدند که این میکروب در بدن هر کشوری در هر کجای جهان قرار بگیره، مخرب است و زمینگیر میکنه اون بدن رو. این از اینجا. بنابراین قوت بخشیدن به نیروی جلوگیر یا بازدارنده پیشرفت کمونیسم با نام اسلام، که اسلام سد بشه علیه کمونیسم، که فکر میکنم در رابطه با این صحبت‌های زیادی انجام شده. این تزی بود که در دوران جنگ سرد اول از ایران و بعد سایر کشورها و بعد در افغانستان با تقویت طالبان، با تقویت 1984 خود همین آقایون، تقویت شخصی با نام بن لادن، پول عربستان سعودی، ارتش پاکستان، به وجود آوردن نیروی مقاوم علیه 60,000 نیروی شوروی که در اونجا پیاده کرده بود، که تاریخاشم من بعدها یک به یک براتون توضیح دادم و بازم توضیح میدم، به وجود آوردن اسلام بنیادگرا در منطقه به چند جهت، بردن مردم این منطقه با نام آزادی و اسلام که خدا در خطر است زیر یوغ استبداد، کشیدن صنعت نفت و گاز و هر آنچه که دارایی این کشور رو، حتی در افغانستانی که بیلیونز آف بیلیونز آف بیلیون دالرز در اونجا هست و این مردم نباید بدبخت زندگی کنند، این مردم از آمریکایی‌ها در افغانستان باید بهتر زندگی کنند، اما فقیر نگهشون داشتن، اون منابع نباید دست بخوره تا بعدن یک به یک بهش برسند. ولی پیاده کردن 60,000 نیروی شوروی قبل از وارد آوردن نیرویی که به قول خودشون آمریکایی‌ها می‌خواستن به ایران حمله کنن، بعد از اون شکست تبعشون برای نجات گروگان‌ها، که اینها همه بازی بود، همه رو براتون توضیح دادم. خب این اسلام بنیادگرا رو در اونجا آوردن برای فروپاشی کمونیسم، که در نهایت با اون طرح گورباچوف در سال 1991 این اتفاق در کجا میفته؟ در همون شوروی، که آقا اینا میگفتن اسلاما اسلاما، اونا میگفتن لنینا لنینا، و سیستم کمونیسم در اون سال زمینگیر شد و شکست خورد. نقشه قشنگ کار کرد. نابودی ایران، آوردن اسلامیستا در ایران، بستن قرارداد به مدت 30 سال، بستن فایننسینگ بیش از 30-35% به ملت ایران که ملت ایران بپردازن، بالا کشیدن تمام سرمایه جامعه ایرانی در خارج از کشور، در کشورهای متفاوت، و بعد ایستادگی جلوی شوروی سابق و زدن زمین شوروی که الان به چند کشور تقسیم شده که سعی کردن با هم پیوند داشته باشن، چیزی به اسم شانگهای کورپوریشن اورگانایزیشن، که کشورهای متحد هستند، همون شوروی سابق، در یک تبانی بزرگ با چین، که پاکستان هم امروز در کنارش هست. اما اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم، این تز تا امروز به کار برده شده
و در این منطقه مورد استفاده قرار گرفت. اما با این چیزی که من در اول برنامه خوندم میخوام بهتون بگم سیاست کشور آمریکا از این تاریخ که دارم براتون میخونم در تقابل خواهد گرفت با سیاستی که در اون سالها برای ایران و ایرانی و در نهایت منطقه آفرید، یعنی قوی کردن اسلام. امروز چه اتفاقی افتاد؟ اون زمان اسلام رو قوی کردن که جلوی کمونیسم بیسته. 30 سال بعد، 32 سال بعد با تبانی که بین خداشناسان و خدا نشناسان که اینا هیچ موقع در فکرشون نمی گنجید منجر به جنگ دیگری خواهد شد. باز براتون توضیح میدم. کنترل کامل منابع نفت و گاز ایران به چین واگذار شد. طبق گزارش سایت ایران چنل، شعبه دفتر خامنه‌ای به نام بنیاد پترونهاد که تحت سرپرستی مجتبی خامنه‌ای می باشد، کنترل کامل منابع نفت و گاز ایران را به چین واگذار کرد. این قرارداد محرمانه در 21 آوریل گذشته در پکن توسط گروه خامنه‌ای و هیئت چینی برقرار شد. فرستادگان خامنه‌ای در این قرارداد عبارت بودند از حسن فیروزآبادی، فرمانده نیروهای سپاه مسلح، شیخ علی سعیدی، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران و شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی. یعنی سرمایه گذاری چین در آمریکا، سرمایه گذاری آمریکا در چین، وضعیت به وجود آوردن وضعیت نابسامان اقتصادی برای آمریکا، از بین بردن منابعی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها روش فکر می‌کردند و حساب باز می‌کردند، افتادن چنین کشورهای اسلامی است به دست کمونیسم، پیوند نامقدس ارتجاع سرخ و سیاه. زمان 37-38 سال پیش شاهنشاه یامهر، مرد بزرگی که تاریخ بهش مدیونه، جامعه ایرانی بهش مدیونه، یک زمانی جامعه ایرانی خواهد فهمید. صحبت اصلا بر سر پادشاهی نیست، صحبت بر سر این نیست که محمد رضا شاه پهلوی اشتباه در زندگی چه شخصی، چه خصوصی، چه سیاسی نداشته. اصلا هر کسی در هر زمانی در هر سنی اگر قاضی القضاتی داشته باشیم به اسم ترازو، که معلوم نیست کی میتونه این ترازو رو بالا پایین نگه داره، چون وقتی به زمانش میرسه حرفای متفاوت رو گوش میدی میبینی در زمان خودش چه کرده درست میگفته، ولی به زمان دیگه میرسی 32-33 سال بعد بهش میخوای نگاه کنی، ای آقا بد بود، این کار خیلی اشتباه بود که مثلا میگن مثلا 38 سال پیش 40 سال. ولی بگذاریم، ابرمردی که واقعا ایران پدری که همه ایرانیان بهش بدهکار هستن و خواهند بود، در تاریخ رفت ماند و من اسنادی از این شخص بزرگ، از این شخصیت بزرگ تاریخی بر جای گذاشتم، بعد از خودم صدای شاهنشاه یامهر رو بلند کردم، صدای این مرد بزرگی که واقعیت‌هایی که در دل تاریخ نشسته بود رو اعلام کرد، در قسمتی جلوی بسیار از کشورها کوتاه اومد که کشور رو نگه داره، در قسمتی که مردم هنوز نمی‌دونستان شاخوشونه به خارجی‌ها کشید و زمینگیر شد. نه اون زمینگیر شد، من شمیرانی توی هموطنم زمینگیر شدی. آقای اومد به من گفتش که آقا دیدی شاه رو چقدر قشنگ بردیم؟ گفتم تو الان کجایی؟ گفت لس آنجلس. گفتم تو فکر میکنی نرفتی؟ گفت خب دیگه من مجبور شدم. گفتم پس نگو اونو بردیمش، خودت هم باهاش رفتی. کجایی الان؟ دیلرشیپ کار میکنی؟ مهندسی؟ دکتری؟ دندون پزشکی؟ یه عدی به این آقای قاطبه ما بدید. اینو دارم بهتون میگم، این احساس خطری که در منطقه هست، چین که افتاده روی تمام سرمایه ما، از طرف دیگه روسیه از شمال زنگ خطری رو به گوش ما داره میرسونه که به وجود آوردن اسلام بنیادگرا تا مقطع ایستادگی به روی کمونیسم was good به قول اینها. Not anymore. این اتحاد میتونه به ساختار اقتصاد جهان ضربات بسیار خطرناکی رو وارد کنه، حتی میتونه اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای جهان رو، اروپا رو به خصوص زمین کرد. اروپا ضعیفه، اروپا صنعت داره، هیچی نداره، جمعیت متراکم، مردمی که در یک آپارتمان 4 نفر با هم زندگی میکنن، مثل آمریکا نیست اینقدر ولنگ و واز و گل و گشاد و خونه 6000 اسکوئر فیتی. نه خوشم نمیاد خانم، تو رو خدا قبول کن ما خونه 25 بردیمت. نه از پنجره هاش میدونی چی، من دوست دارم پنجره از این پایین تا اون بالا اینطوری باشه و بالکنی گنده و این خونه هم کوچیکه، حالا یه مدت اینجاییم
بعدن باید خونه بهتر برام بخری. اینم این بینش آمریکاییاست. یعنی منظورم ایرانیانی که در آمریکا زندگی میکنن و این سیستم دیگه رفته تو خونشون. مجبورم از در و دیوار و بالا و پایین بگم که نتیجه سخنان خودم رو به شما برسونم. بگیرید چی میگم. این وضعیت که به وجود اومده زنگ خطری برای کل جامعه ایرانی است و در نهایت جهان. همونطور که جهان با ایران تکان خورد، مجدداً به خاطر این قراردادها که قراردادهای 10 میلیون و 100 میلیون و 1 میلیارد و 10 میلیارد دلاری نیست. اگه آمریکا میره 60 میلیارد دلار با عربستان سعودی قرارداد امضا میکنه، تسلیحات نظامیش رو میخواد افزایش بده، بیهوده نبوده، میدونسته داستان چیه. که بعد به عرب‌ها برخورد که آقا در خاورمیانه چرا پشت آمریکا پشت عربستان نمی‌ایسته و بعد رابطه‌ش رو رفت یه مقدار خوب بکنه، مثل لولو خورخوره شده چین. کسایی که با آمریکا با اروپا روابط خوبی داشتن یک ذره کم محبتی ببینن میگن آقا میریم ها میریم زن چین میشیم. به ما گفته بیا صیغت هم میکنم، هر چقدرم که بخوای پول مهریت هم میدم. آمریکا میگه نه 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 رو صبر کن، دو تا گوشواره برات بیشتر میخوام، حالا بمون یه بذار یه چیزی در گوشت بگم. به قول اون یکی فیلم گفت انقدر خوبه. این داستان عزیزانم، ما داریم وارد مرحله دیگه ای میشیم. و اگر همونطور که کارتر نمیتونست بین وزارت امور خارجه و سنا و کنگره یک رابطه درست و صحیح به وجود بیاره، این به وجود نتونستن ضعفی که در اون دولت بود، ضربات بزرگی اول به ایران و سایر کشورهای جهان زد، این ضعف کماکان داره دیده میشه در این دولت. اگر این دولت آمریکا نتونه صدای من و ما رو بشنوه که اون چیزی که دارم میگم هم به نفع خودمونه در درجه اول ایرانی و آزادی ایرانی برای ایرانی هویت ایرانی و در نهایت برای سایر کشورها از هر نظر به خصوص کشور آمریکا، که میگیم تروریسم، بریدن صدای تروریسم، این مسئله که دارم خدمتتون عرض میکنم، چیزی رو که کندن برای ایستادگی برای جلوی کمونیسم، ولی امروز ازدواج میان ارتجاع سرخ و سیاه یعنی کمونیسم و اسلامیست ها، اسلام ناب محمدی با بنیادگرا چنان با هم عشق بازی میکنن و در خلوت میروند که بدن هر غرب و شرقی رو خواهد لرزون و ما وارد یک مرحله دیگه داریم میشیم. اگر متوجه باشید صحبت های بسیار اساسی داره در پشت پرده ها، پروتکل هایی داره نوشته میشه. من بر جامعه ایرانی میخوام در صحنه حضور داشته باشه. اگه کشورتو دوست داری به حرفام گوش بده، اگه خواهر و مادر داری، اگه برادر و پدر داری، اگر وطن داشتی ولی امروز نداری ولی هویتی داری میخوای پس بگیری، در کنار ما بیس. من دارم